در اوج امیدواری و اینکه من مشتاق دیدن محمد مهدی بودم، یک آن دیدم که خیلی شلوغ شد، هیجان شد، سر صدا شد، که اولش گفتم چه بچه خوشگلی، اولین بچه‌ای که تو بیمارستان به دنیا اومده این اولین بچه خوشگلی امروز این بیمارستانه. یعنی به 2 دقیقه نرسید که بعدن گفتن که خانم شما چه دورانی داشتین؟ آیا میخواست این بچه ناخواسته از ازدواج شما فامیلیه؟ دوران بارداری دارویی مصرف کردین؟ گفتم نه. آیا شما سونوگرافی انجام دادین؟ بله، من سونوگرافی 3 بعدی انجام دادم، 4 بعدی انجام دادم، پرونده من کامل و گزارش ها همشون دست شما هست. بعد متاسفانه نمیدونم چی شد، تو این هم برگشتن گفتن که خانم بچه شما با مشکل به دنیا اومده. تو این هم برگشتن گفتم یعنی چی؟ مگه میشه؟ درست توضیح بدیم، من متوجه نمیشم منظورتون چیه بچه شما مشکل داره. باورتون نمیشه، همینجوری اومدن این بچه رو که اینجوری گرفتم به من گفتن خانم بچه شما پا نداره. گفتم یعنی چی؟ مگه میشه بچه پا نداشته باشه؟ من دیگه هیچی متوجه نشدم. بچه رو هم دیدی تو اون لحظات؟ یک لحظه بچه رو دیدم و از هوش رفتم و چیز متوجه نشدم تا شاید 10 ساعت 12 ساعت بعد دوباره به دنیا به هوش که اومدم. حالا در اون خب یه چیزایی میدیدم، عین خواب و بیداری می اومدم بالا سرم حرف می زدن، می گفتن خوبه حالا تو عصر جدید نمیدونم علم پیشرفت کرده، تجهیزات پزشکی داشتن، امید می دادن از این دلسوزی هایی که امید نه داشتن، گفتن که علتش چی بوده، برای چی این بچه اینجوری شده، این که حالا مثلا به قول معروف توی تهران این همه آزمایش و سونوگرافی انجام دادن. خب اولین بار بچه رو کی دیدید شما؟ بچه رو من تو اتاق عمل که 1 دقیقه دیدم تموم شد، بعد به من ندادن تا 2 روز بعد بچه رو ندیدید. تا 3 روز بچه رو به من ندادن، من گریه میکردم تو بخش، به زور من رو نگه داشته بودن، میومدن سوال میپرسیدن. من هر بار که در بخش باز میشد بچه‌ای که میومد فقط گریه میکردم، میگفتم بچه من رو به من بدین، آقا بچه من رو بدین. بچه‌ای که من صدای گریهش رو شنیدم داشت نفس میکشید. خب و برای اولین بار که دیدید، برای اولین بار بچه رو چی دیدید؟ با گریه‌زاری هایی که کردم بچه رو برده بودن توی بخش دیگه، در بدترین شرایطی که من داشتم آقا محسن زیر بغل منو گرفت، من از یک بخش به یک بخش دیگه برد. باورتون نمیشه آقای فاطمی، وقتی که من وارد اون اتاق شدم، فقط یک آن که در بخش باز شد من وارد اتاق شدم، دیدم یک بچه چنان زد ناخواسته دنبال اون صدا رفتم، بدون این که حالا پرستاری که تو اون بخش بود بیاد و به من بگه که کدوم بچه شماست. همینجوری با قدم های سست بی حال داشتم رفتم دقیقا وایستادم کنار همون دستگاهی که بچه رو گذاشته بودن کنارش، چون با توجه به این که میگفتن بچه شما پا نداره، فقط نگاه میکردم ببینم کدوم بچه پا نداره. و حالا خب خیلی شرایط سختیه دارم میگم. بسیار خب، یه نقطه گذاری کنید، شرایط شما شرایط حاد و سختیه، یه خود استراحت کنید، آقا محسن بقیه داستانو بگن. خب شما تعریف کنید که چه اتفاقی رخ داد. من تو هم بیمارستان که بودم پشت پایین تو عیاد بودم، خواهرشون من زنگ زدن گفتن گریه رو بلنشو بیا، بچه رو نشونه میگم مشکل جسمی داره. من رفتم بالا جلو در پشت اتاق بخش، گفتم من پدر بچه‌م، نمیذاشتن یه ساعت باشون صحبت و این و تا اجازه دادن، تا خواستن بعد معاون بیمارستان گفت اگه میخوای بری بیاد باید خودو جمع جور کنی، مشکل داره. گفتم مشکلش چیه؟ گفت پا نداره. گفتم خب نداره که نداره، خودش خدا داده، خودش هم درست میکنه. گفت یعنی بین راحتی؟ گفتم خودش داده خودش. پا نداره دقیقاً یعنی چی؟ من یعنی گفته بودن کلا از کجا پا نداشت، از بالای زانو نداشت، نه نه. از بالای زانو استخونا تشکیل نشده تا خود، فقط یه نی کوچیکه بود و یه شست پا، بقیه یه نشه زانو هیچ نداشت، فقط جفت پا یه شست پا داشتش بدون انگشته پا استخونه دیگه. بعد که من رفتم داخل بخش بچه‌ها دیدم، بعد پرستار گفتن مشکلی پیش نیومد، آب واسهتون بیارم. گفتم آقا محسن اولین چیزی که با خودت گفتی تو اون لحظه چی بود؟ بی تعارف بیرو در وایسی، گفتم خدایا به من فقط صبر بده، فقط صبر. دیگه پرستار منو گفتن خب چه، گفتم مشکل بچه مادر داره، من پدرشم.
گفتم میبریدش. گفتم بله. یعنی چی؟ یعنی توقعشان نبرید؟ آره. خیلی دوران بعدی بود آقای فاطمی. توقع داشتن که اصلا فکر مثلا بذاریم اینجا بریم. عجب. که شما نمیتونید این بچه رو نگهداری کنید، بچه شرایطش سخته، شما که سالم هستی تو این جامعه شرایطتون اینه، چرا این بچه رو وارد جامعه کردین؟ و اون مراحل خیلی سخت از این حرفایی که بعضی ما میایم برای دلسوزی و ترحم بزنیم و به هم دیگه تیر میزنیم به جای حرف زدن. چیزها باعث شده بود تا من تا 6 ماه محمد مهدی رو به کسی نشون ندم. ای بابا. تا 6 ماه محمد. سلام خانم برومند، خیلی خوش اومدید، بفرمایید. خیلی خوش اومدید. سلام میکنم. سلام عرض. آقای فاطمی دیگه سوالی بر من باقی نمونده. خیلی خوش آمدید. از اینجا به بعد شما فقط سوال کنید، من گوش میدم. دنیا بود آقای فاطمی. زنده باشید. خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه 5 و برنامه اختیاری. خیلی ممنون. خیلی بله بله، شما صحبت میکردید، ببخشید من وسط صحبت داشتید تعریف میکردید که بهتون میگفتن بچه هم مگه میخواید ببرید یا نه. میگفتن که شما میخواید از این به بعد، یعنی پرستار به من میگفتن میخواید چیکار کنید از این به بعد تو این جامعه با این شرایط، این بچه رو میخواید چیکار هزینش خیلی سنگین، چطوری بزرگش کنید؟ از الان شما این بچه رو با خودتون نبرید. هیچ موقع فکر نکردید که نباید بچه رو ببرید؟ نه. حتی یک لحظه؟ اصلا. چون خودش وجدان، حتی من به این فکر کرده بودم که اگر بچه منو خانواده ها یا تو اون شرایطی که بودم اگر آقا محسن نپذیره، من حتی با خودم این فکر رو میکردم که محمد مهدی رو اگر از منم بخوام بگیرم ببرم به سیسی، من میرم همونجا میمونم پیش محمد مهدی میمونم. یعنی کسی به شما چنین پیشنهاد کرد؟ بله، تو خود بیمارستان میگفتن خب هزینه های این بچه سنگینه. نه، خود بیمارستان، جدای از بیمارستان، از اقوام، از فامیلای اقوام هم تکو توش میگفتن. من تا 6 ماه محمد مهدی رو به کسی نشون ندادم. بله بله. شرایط محمد مهدی یه جایی بود که به قول معروف یه بچه خیلی خوشگلی بود، تو اردیبهشت ما به دنیا خب اومد. چرا نشون نمیدادی؟ من فکر میکنم یک خجالتی میکشیدی، خجالت میکشیدی یا نه؟ خب نگران سرکوب ها بودید حرف و حدیث هایی که پشت اقوام میزدن و چون نبود نه تو فامیلی ما. شما اینجا نقشتون خیلی موثر بود، باید صف وای میسدید. نمیدونم چی کار کردید. دقیقا صف وای سده بودیم، خب حرف دیگر نداشتم، هر کی حرف میخواست بزنه. بله واقعا من فکر میکنم از این که در مادر که بچه رو میخوام بزرگ کنم تا آخر آیندهش. من فکر میکنم این یک مسئله واقعا فرهنگیه. بله. که ما باید باش مقابله بکنیم که وقتی که چنین چیزهایی پیش میاد، نه پدر و مادر خجالت بکشن و رفتار پدر و مادر باعث بشه که اطرافیان هم خجالت بکشند که با آدم چنان برخوردی بکنن. میدونی؟ حالا من یکی این که به فکر بچه اول شما بودم که سوال کنم که بچه اول شما که از ازدواج دیگری بود آیا پسر بود یا دختر؟ پسره. پسره و الان با هم دیگه ارتباط خیلی خوب و بله. خب حالا این پسر کوچولوی خوشگل ما که راجع بهش صحبت میکردین کجاست؟ چه سوال خوبی کردید. کجا سلام؟ میخواید یه بخشی درباره محمد مهدی ببینیم برگردیم؟ محمد مهدی کوه انرژیه، یعنی محمد مهدی که تا 6 ماه من اونو به کسی نشون ندادم، با معجزه‌ای که خدا به من نشون داد برای من انگیزه ای شد که قدم های بسیار بزرگتری بله، بردارم. من همین نکته رو میخواستم سوال بکنم که چه شد که اون خجالت ها و اونا کنار رفت و الان شما به محمد... جایی رسید که با افتخار محمد مهدی رو. محمد مهدی شما بدونیم من لگن هم نداشت، حتی یادم که گفتن لگن نداریم، بعد یک سال همون 6 ماه تا یک سال بعدش این لگنش تشکیل پید. اصلا لگن اصلا نداشت. لگن که تشکیل پیدا کرد خود دکترش هم گفتن اصلا گفت یه معجزه است، این لگن اصلا نداشت، چجوری این لگن به وجود اومد؟ بله بله. من میگم به مرور زمان واقعا که اصلا ما دیگه خانومم گفتم خجالت چه میکشه، بذار همه ببینن مگه ما دزدی کردیم بچه‌مونه. بله. به حرف دیگران چیکار داریم؟ واقعا درست گفت. بچه بعد تو جامعه الان نره. بله. دست دیگه باید بره. باید خیلی ممنون. ما بریم محمد مهدی رو ببینیم، آشناشیم با محمد مهدی، برگردیم. فکر
میکنم یکم سهل‌انگاری و خطای دید پزشکانی بود که حالا در زمان جنینیت محمد مهدی این اتفاق افتاد. سخت‌ترین روز زندگی من بود وقتی که گفتن که مامان محمد مهدی زایمان کرده و محمد مهدی دچار همچین مشکلی هست. تمام زندگی ما رو درگیر خودش کرد. تمام دوستا آشنایا فقط داشتیم دعا میکردیم که این خبر دروغ باشه و شاهد تمام مشکلاتی که این خانواده داشتن بودیم. محمد مهدی فوق‌العاده بچه باهوش، فوق‌العاده بچه پر انرژی. الان که دارم تعریف میکنم براتون واسه اون لحظه یک جوری تحت تاثیرم. محمد مهدی فوق‌العاده انرژی داره، یعنی هر زمانی که من دعوت میکنم یا بعد از ظهرایی میشه که مامانش میاره خونه ما، یعنی خونه ما بمب انرژی میشه. انرژی بالای جهت آموزش و فراگیری ورزش، درس و هوش بالایی داره. از سطح هوشی خیلی بالایی برخورداره. یک روز قبل از مسابقه قهرمانی کشور سنگ‌نوردی معلولین بود و توی مسابقات قهرمانی کشور که توی یک ماه پیش بودن انجام شد، محمد مهدی رو اونجا دیدم. کسی که تو مسابقه شرکت میکردن انرژی میداد و خیلی خوشحال شدم از توانایی زیادی که محمد مهدی داشت. پدر و مادر محمد مهدی هم تمام تلاششون رو دارن انجام میدن که محمد مهدی رو به مدارج بالاتر برسونن و الان یه جورایی به خودم افتخار میکنم که دوستی مثل مامان محمد مهدی دارم و اینی که صبوری، سنگ صبور بودن، طاقت، تحمل و من از این خانواده یاد گرفتم. خانواده محمد مهدی مشاور خوبی براش هستن و خیلی خوب میتونن هدایتش کنن. محمد مهدی الان خیلی قشنگ شنا میکنه. فکر میکنم که یک روزی محمد مهدی حرفای خیلی زیادی رو تو عرصه ورزش نه در سطح ایران، در سطح دنیا خواهد داشت و موفقیت‌های بزرگی رو به دست می‌آورد. خب ما الان برگشتیم تو استدیو یا نه؟ برگشتیم. خب حتما فکر می‌کنم همراه ما بودید، دیدید تصاویر محمد مهدی عزیز و پسر نازنین و عشق منو جان. خیلی من دوستش دارم. یکی دو روز ما تو برنامه پشت صحنه‌ام محمد مهدی رو دیدیم و اینجا واقعا پر انرژی، واقعا همین چند دقیقه که شما داشتید مستعد می‌دیدید همینجا رو گذاشته بود روسش. اما پات درد می‌گیره اینجا، قربونت برم برو رو دوشک بشین اینجا راحتی. بیا بغل من. خب بریم ادامه قصه و داستان رو برامون روایت کنید. دوران سخت گذشت، محمد مهدی 6 ماه گذرون و معجزه‌ای که باید اتفاق می‌افتاد اتفاق افتاد و اینو بگم که هر کسی به من هر جا پزشک معرفی میکرد من میرفتم محمد مهدی رو میبردم، بلکه هم امیدی باشه برای اینکه پاهاشو نگه دارم، چون همونطور که همسرم گفتم محمد مهدی فرم پا رو داشت، انگشت نداشت، زانو نداشت، نی کوچیکه رو داشت، نی بزرگه رو نداشت و هر کسی هر کجا پزشکی به من معرفی میکرد میبردم بلکم این بچه بتونه پاها رو نگه داره و با اونها راه بره. کجا ناامید شدید که دیگه کجا ناامید شدم؟ دقیقا جایی بود که من تمام پزشکای تهران رو رفته بودم، به من گفتن یه پزشکی هست توی مشهد، شما ببرین پیش اون استاد، اگر این پزشک ارتوپد که پروفسورم هست به اسم آقای دکتر قرداغی اگر هر نظری به شما بگه، که البته اینو بگم من توی تهران پیش آقای دکتر بغدادی که پدر ارتوپد ایرانم بهش میگم برده بودم، اما باز میخواستم برم مطمئن بشم. محمد مهدی رو دقیقا دو روز به نیمه شبان مونده بود، حالا بنا به دلایل که آقا محسن نتونست با من بیاد، ما با برادرم به مشهد بردم و اون اذیت میکنه. خب بیا بیا آقای فاطمی،
بغل من. بی پیش بابا. و اینکه حالا بردمش مشهد با داییش بردمش چون آقا محسن تهران کار داشتن و دقیقا یادم نمیره شب نیمه شعبان بود در اون اوج شادی و لذت و اینکه حالا همه داشتن توی خیابون شادی میکردن شیرینی پخش میکردن و اینا، وقتی که من کلینیک رفتم و آقای قلدواقی به من گفتن باید پاشو قطع بکنین، شما دو تا راه دارین، یا اینکه این بچه رو تا آخر عمرش روی ویلچر میشونید یا اینکه میبریم این بچه رو پاشو قطع میکنید و این بچه باید برای اینکه راه بیفته از پروتز استفاده کنین. بله. تصمیم بر این شد که پاهای محمد مهدی رو قطع کنین با سختی هایی که داشت، دوران و نقاهت سختی که داشت توی 11 ماهگی دیگه تصمیم بر این شد. حالا یه جورایی حالا برگردم باز به همونجا، میگم شب نیمه شعبان بود توی خیابونای مشهد گریه میکردم، راه میرفتم و فقط میگفتم امام رضا چرا تو منو ناامید کردی. و اینکه اونجا رفتم تو حرم امام رضا شب نیمه شعبان بود و خیلی گریه کردم، گفتم خیلی برام سخته که بخوام بگم بیاین جلوی چشای من پاهای محمد مهدی رو قطع کنی. نمیدونم یه آرامش خاصی گرفتم همونجا با امام رضا عهد کردم، یعنی گفتم ببخشید عذر میخوام، چون که موقعی که به دنیا اومده بود اصلا از این نعمت محروم بود، ولی پس نه. میگین قطع کنم کجا داشتن استخوناش تشکیل نشده بود، همین فرم پا خیلی بود. بله. برای من یعنی همون مقدار رو هم بود. گفته بودن تشخیص داده بودن که باید قدرش. وقتی آدم یه چیزی رو داره قدرش رو نمیدونه، وقتی که نداری میبینی کمه میخوای که داشته باشیش، خصلت ما آدم ها اینه. من قانع شده بودم به همون نداشته که اون نداشته رو حفظش کنم بهم. و وقتی که خیلی میگم وقتی که اون لحظه دیگه رفتم اونجا فقط به امام رضا گفتم امام رضا من کسی نیستم که بخوام تصمیم بگیرم در مورد این که چیزی عضوی از یک کسی رو قطع بکنم، اونجا به من قوت قلب بده که من این مسیر رو برم. و اومدم و حالا میگم اون شب خیلی شب سختی بود برای من و فقط باورتون نمیشه تا سحر نشستم و فقط گریه میکردم، گفتم شاید حالا معجزه‌ای بشه، فقط به این فکر میکردم شاید یه اتفاقی بیفته یه دفعه معجزه‌ای بشه. ولی اومدم تهران و حالا بعد از مراحلی که داشت، کارهای اداری که داشت، بیمارستان ها خیلی بد پذیرش میکنن این بچه ها رو و اینکه این دکتر میتونه اون دکتر نمیتونه، تیم پزشکی هماهنگ کردن اینا، تا اینکه محمد مهدی رو تقریبا 11 ماهه بود دیگه پاهاشو قطع کردن، 3 ماه دوران نقاهت و اون که این زخمش خوب بشه طول کشید و بعد از 3 ماه ما دنبال این پروتز بودیم. البته این چهارمین پروتز شما فکر میکردید پای بچه قطع شه دیگه راه رفتن بچه رو نخواهید؟ نه نه. درسته؟ راه رفتن نه. ببینید بخوان پای بچه شما رو بالا قطع کنن. بله. و احتمالاً همیشه پیش خودتون میگید دیگه راه رفتن بچه‌مو نمیبینم. بله. من خب میدونستم محمد مهدی نمیتونست، دو راه بیشتر نداشت. یک، یا باید تا آخر عمرش روی ویلچر میشست، دو، یا باید پاشو قطع میکردن اون دوران سخت رو میگذروند و از پروتز استفاده میکردن که ما با هم تصمیم گرفتیم که این کار بکنیم، از پروتز استفاده کنیم، از پروتز استفاده کنیم و میدونستیم هزینه های پروتز خیلی سنگینه و بدتر از اون که دورانی که پای محمد مهدی رو قطع کردن خیلی دوران بدی بود، یعنی باید خیلی مراعات میکردیم که اون زخما 3 ماه تمام طول کشید تا پای محمد مهدی خوب شد. 1 ماه کامل من توی بیمارستان بودم، شب و روز برای اینکه این پای محمد مهدی رو مدام میشستن، پانسمانش رو عوض میکردن. 3 ماه تموم شد و حالا ما وارد مرحله دیگه ای شدیم. خب. مرحله ای که محمد مهدی باید دیگه از پروتز پا استفاده میکرد. خب وقتمون خیلی کمه، فقط دوستان به من بگن 6-7 دقیقه وقت داریم. خب باید یه مقدار ریتم تندتری برنامه رو بدیم. این هزینه پروتز چقدر بود و چه کمکی تونستید بگیرید و چه ارگانهایی یا جاهایی که مسئول مسائل بهداشتیان آیا کمکی کردن؟ هیچی. متاسفانه اون موقع تازه به این فکر میکنم که میگن این بچه رو شما نمی آوردین برای این روزها بود. بله. که میگن چرا بچه ها رو نیارین، این بچه ها هزینه های خیلی زیاد
زیادی دارم. متاسفانه هیچ ارگانی از این بچه ها حمایت نمی کنه. همین پروتز پایی که الان دست منه، چهارمین پروتز پای محمد مهدی هستش، با توجه به رشد سن بچه پای این باید تغییر کنه، این باید تغییر بکنه. و اینکه اینو به یه سازمانی که میری میگی حمایت کن، میگه خانم این زیباییه. کجای این زیباییه؟ من نمیدونم. این بچه اگر با این نره راه نره، این زیبایی حساب میشه؟ حالا تو تهیه اینا راحت کارتون، شما راحت تهیه میکنید؟ چرا؟ اصلا به خاطر اینکه این پایی که من دارم دستم گرفتم الان تحریمه. آقای ترامپ، آقای رئیس جمهور محترم، آقای روحانی، این پایی که برای بچه منه باهاش میخواد راه بره، چرا باید تحریم بشه؟ من شب عید برای این پا گریه میکردم، گریه میکردم. یعنی اینه که شما میبینید یه لاینره، همین لاینه رو با عرض دولتی که الان تحریم شدیم 7.5 میلیون من همین رو هزینه کردم. اگر مردم کنار من نبودن، من الان اینجا نبودم، محمد مهدی من نمیتونست قدم بزنه. بله طبیعیه. بسیار خب، بریم سراغ جنبندی برنامه. خود از امروز محمد مهدی برام بگید، وقتمون خیلی کم. میخوام بگید الان فقط... محمد مهدی چیه؟ اون معجزه‌ای که اون شب تو حرم امام رضا رخ داد، ما بگید چی بود؟ کارایاش چی الان؟ میخوام بگم که ببخشید خاک بر سر اون ترامپی کنم که اینو از بچه من محدود میکنه. این انرژی هسته یه چه ربطی به انرژی هسته ای داره؟ میخوام بگم ارگان بهسیسی، چرا از این بچه حمایت نمی کنید؟ واقعا الان خیلی از بیماران ما، بیماران قلبی، باتری های قلب، خیلی ها مشکل تحریم ها دست به گریبان هم و واقعا داره زندگی هاشون رو تحت شها قرار میده. خب بریم سراغ محمد مهدی که و بگیم قابلیت های امروزش چیه. محمد مهدی الان شنا هم کار میکنه. محمد مهدی پر از استعداده. پاشو بیا چند تا از محمد مهدی الان شنا رو داره به صورت حرفه ای انجام میده. محمد مهدی بچه‌ای بود که همه فکر می‌کردن باید بره بهسیسی، ولی من و باباش این بچه رو می‌خوایم به اوج برسونیم. بچه‌ها حمایت می‌خوایم، واقعا حمایت مهم. البته تصمیم خودتون و اون فداکاری خودتونه، ابتدا باید اون باشه. و این خیلی مهمه که این بچه الان میتونه خیلی کارایی داره، شنا میکنه، من شنیدم صخره نوردی بله میکنه. محمد مهدی جز بچه‌هایی بود که توی ایران نیمه شبانه اولین مسابقات صخره نوردی معلولین و جانبازان انجام دادن. بله. و بچه 4 ساله ایرانی بود که صخره نوردی رو انجام داد و الان فقط میخوام که توی شنا حمایتش کنن. واقعا بچه من پر از استعداده. دیدم از کشورهای دیگه الان درخواست دادن که محمد بله. مهدیو چرا باید اینطوری باشه دیگه. آقای فاطمی چرا باید توی کشور من استعداد بچه من نهفته باشه؟ مگه مثلا یه راننده یه تاکسی چقدر میتونه هزینه پروتزو بده؟ جا داره تشکر کنم از کسایی که کنار من بودن تا تونستم این پروتز 27 میلیونی رو برای محمد مهدی تهیه کنم. یه راننده تاکسی نمیتونه هر سال اینو تهیه بکنه، ولی مردم اومدن کنار من، گفتم محمد مهدی باید راه بره. ارگانا گفتن نه، میتونه راه نره، میتونه یه ویلچر بهش بدیم یه جا بشینه. ولی من با این کارم میخوام بگم این بچه ها پر از استعدادن، باید قدم بردارن، باید راه برن، باید دیده بشن. چرا از کشورهای خارجی باید به من بگم بچه تو بیار ما روش سرمایه گذاری بکنیم به خاطر اینکه بشه مدال آور کشور ما، جز قهرمان های المپیک کشور ما؟ ما از الان روی این بچه ها کار میکنیم، اما اینجا نه. اینجا اگر من هزینه داشته باشم میرم دنبالش، اگه نداشته باشم باید بچه من گوشیگیر باشه. خانم نرگسی، ما فکر میکنیم که هر انسانی که به دنیا میاد، بله، هر بچه که به دنیا میاد، اگر هم کمبودهایی داره باید جبران بشه، باید بهش برسن، باید رسیدگی کنن. ضمن اینکه آقای فاطمی، بله، آرزو بکنیم که واقعا انقدر امکانات پزشکی قوی باشه و زیاد باشه که از به دنیا آمدن چنین بچه هایی ما بتونیم که پیشگیری بکنیم. ولی اگر شد باید بهشون
کاش من خیلی عذرخواهی میکنم وقتمون تمام شده خانم برومند. از همونجا تشکر میکنم. محمد مهدی حتما از افتخارات آینده کشور ما تا مراحل بسیار بسیار بالای ورزشی و موفقیت خواهد رفت. همه ان شاءالله حمایتش خواهند کرد.